شبای کابل است و فیصل عاصم در خدمت شما. میناتوری هایی که در داخل ازی کار شده، چوب هایی که به نقشه های مختلف کار شده، زحمت کشی شده است، این بسیار عجیب است نسبت به اینکه از بیرون در تصویر میبینند دوستاخ. کباب قابلی مایچه. درود و سلام خدمت همه هموطنای عزیز، آرزو دارم هر کجایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و شب روز ماه جوزا را، همین ماه گرمی را به خوبی و خوشی سپری کنین. شبای کابل است و فیصل عاصم در خدمت شما. امشب ما آمدیم به یکی از جاهای دیدنی زیبا و جایی که همه هموطنای ما به خاطر تفریح میاین، پارک شهر کابل. خواستیم پارت اول برنامه ما را در اینجا ثبت کنیم. فراموش نکنید امشب ما یک گردش داریم به شهر کابل، جای دیدنی را بر شما به تصویر میکشیم. قسم شما هم در تصویر میبینید همین لحظه پارک شهر کابل است و شما هم میدونید در این شب روز که امارات اسلامی وزارت امر بالمعروف بعض قیدات وضع کردن که هموطنهای ما نمیتونن به پارک بیاین. البته قبلا که بود فامیلا یک جای میمدن، الان محدودیت ها زیاد شده، فقط میتونن که یک روز برای خانما باشه، یک روز هم برای آقایان. ببینیم که امروز باز بعد از اینکه ما صحبت کردیم امروی مسئول ای پارک حاضر شدیم که حاضر شدن که ما بتونیم یک چند لحظه امروی هموطنهای ما اگر حاضر به مصاحبه شدن امروی اونا صحبت ها رو داشته باشیم و نظریات اونا رو مشنویم. خب میریم و چند تصویر زیبا از این پارک میبینیم و بعد از او صحبت ها را همراه هموطنان ما میداشته باشیم. خب هموطنان عزیز، ما فعلا داخل مسجد شاهد شمشیر علی رحم هستیم، مسجدی که بیشتر از 100 سال قدم تاریخی داره و قسمی که شما دیدین شروع برنامه را ما به یکی از پارک های تفریحی رفته بودیم، متاسفانه فامیلا حاضر نشدن امروی ما صحبت کنن. ما برنامه بر شما یادآور شدیم که ما امشب یک گردشگری داریم در شهر کابل و شما میبینین این نمای زیبایی را که تازه بازسازی شده و خواستیم این نما را به تصویر بر شما بکشیم. مولای صاحب هم امیل لحظه تشریف دارن، چند لحظه پیش وقت نماز بود و ختم شد جماعت، حالا میخواییم مولای صاحب ببینیم و نظرشان هم داشته باشیم. مولای صاحب سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر ساعت خوب هستین؟ خیر است، آرام آرام میست؟ خیرتی هست انشاءالله. طرف های مزایمتان شدیم؟ خواهش میکنم، میروانی صاحب سلام باشیم. امی بزرگایی که در مولای صاحبا هستن، علمای دین هستن، خیلی آدمای ملایم و بسیار شیرین زبان می باشن. لطف کردین، سلامت باشین. و یه دستور دین از اگر باید کسی که ملبس با لباس دین است، طبیعی است باید که حلم و تواضع و
انکساری داشته باشه که تا بتانه به نقش قدم پیغمبرا خود سوزد محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. بزرگترین توصیف از او اخلاقش بود و اینکه لعلا خلق نعظیم الله برمه همه ما یه اخلاق نصیب بکنه. خب مولای صاحب میشه خود اگه معرفی کنین و بگوین که چقدر وقت میشه که امامت مسجد شاهد و شمشیره را دارین؟ اسم محمد سعید است. من تقریبا در مدت 7 سال میشه که در اینجا به حیث امام و خطیب از این مسجد هستم. و در مورد از این مسجد بازسازیش میشه صحبت کنین و بیشتر هموطنام مطمئن هستم که دوست داشتن که ببینن دوباره بازسازی شده چه قسم یک تصویر از این برآمده ایره بیشتر هموطنام میخواین ببینن. مسجد شاهد شمشیره خو یک مسجد واقعا جالب و دیدنی است. قسمی که در تصویر زیبا معلوم میشه اگر کسی داخل بیایه این را دقیق ببینه، مطالعه بکنه، بررسی بکنه، چتای از ایره، منارای از ایره، دیوارای از ایره، ستونای از ایره، محرابشه، این میناتوریایی که در داخل از کار شده، چوبهایی که به نقشه های مختلف کار شده، زحمت کشی شده است، این بسیار عجیب است نسبت به این که از بیرون در تصویر میبینند. دوستا خیلی چیز میکنند، دلچسپی دارند. اگر از نزدیک کسی دیده است بر از او باز بسیار عجیب است. این مسجد خیلی به یک انگیزه و یک افکار خیلی عالی در زمان خود ساخته شده بود و جالبی است که در یک نقطه خیلی عجیب است که هزار طرف این دید خود داره و هر طرف نمای خاص خود داره و موقعیتش خیلی اساس است. دیگه ای که مدت مسجد تقریبا در 1306 هجری در زمان شاه امان الله خان و مصرف مادرش این مسجد مصرف مالیش البته اونا چیز کردن و کار معماری و ساختمان زیره انجینیرای ترکی به عهده داشتن. دیگه ای تقریبا چیزی کم 100 سال میشه از این بنایی که فعلا ما شما در این حضور داریم نشسته هستیم. اما اصل تهداب از این مسجد روایات میه که تهداب از این مسجد صحابه گذاشتیم، چون روال و رواج و عادات قسمی بود است که سابق در جایی که آب روان می بود در پلوی از اون مسجد ساخته می شد که این مسجد و آب روان اینجا این دریای کابل خیلی آب شفاف و ظریف و پاک داشته است، اونجا مردم وضو می کرده و در اینجا نماز می خواندم. مولای صاحب زیارتگاه خود یک تن از صحابه هاست فکر کنم یا از بزرگای هستن که به شهادت رسیدن امی مسجد هم به نام از اینا بنا شده. در مورد از اینا اگر یک چیز بگوین. شاهد و شمشیره علیه رحمه که مشهور به مینام حالا شهرت یافته است، اصل نام از این لیس ابن قیس ابن عباس که منصوب است که ای از نواسه های حضرت عباس صاحب که کاکای پیغمبر علیه السلام میشه. اونا در امو جهادی که تاریخی که در اونجا درج است در سنه 81 هجری در جمع مجاهدین عرب به خاطر فتح کابل آمده بودن که اینجا در اون وقت البته زردشت یا آتش پرست ها یا عقیده های ضد اسلامی که در اینجا وجود داشت با اینا به جهاد پرداختن که تا این مردم به اسلام مشرف بسازن و ای در امی مکان به شهادت میرسن و به اینجا دفن میشه. به می خاطر این مسجد هم به خاطر یاد بود از اونا مسما بر از امو هستن. تشکر. خب تشکر مولای صاحب که شما را همدم بودیم. خوب خوب وقت شما را دیدیم و صحبت های شیرینتون مستفید شدیم. تشکر بسیار زیاد. بخیر باشین. هموطنای عزیز یک نمای زیبای دیگه از این مسجد و زیارت هم ببینین، با ما باشین و بخیر سفر ما ادامه داره، ببینیم کجا میرسیم. بخیر.
خب دوستای عزیز، بالاخره سفر ما رسید به کوچه گلفروشی شهر نو کابل و قسمی که میبینین دکان باز است، دکانهای گلفروشی، کوچه گلفروشی شهر نو کابل، و تا می لحظه معلوم میشه که مشتری دارن، هموطنهای ما میاین گل خرید میکنند و در پالوی زیگه گل خرید میکنند، محفل عروسی، شیرنی خوری، گپا هم است. ساعت فعلا دوستا 8 شب است، 8:01 است. خب این دوست ما فکر میکنم تشریف ندارن و بیرون شاید باشن دیگه، از همسایشان اجازه گرفتیم که یک تصویر از اینجا داشته باشیم. بیشتر میریم با هموطنهای ما و صحبت ها را میداشته باشیم. گلای میبینین که گلای کاغذی هم است به شکل مصنوعی و گلای تازه هم که کوچه گلفروشی شهر نو کابل، شما میفهمین که مشهورترین کوچه است و دیگه از قدیما اینجا هموطنهای ما میاین و امو چی میگن قدم میزنن و چند لحظه که میخواین خوش بگذره معمولا دمی مناطق میرن. خب به این ترتیب این رسته دکان بعدی را میبینین که گلفروشی است و به این شکل اینجا یکی از دوستای ما، یکی از نوجوانان میبینیم که استاده است، ببینیم منتظر چی است. سلام، خوب هستین؟ صدتان خوب است؟ بخیر، آرام آرام است؟ شکر و بخیر باشه. نفتیم. خب دکان مربوط شما میشه؟ بله. میشه داخل بین؟ خب خب بسیار خوب. میشه نامتان رو بگوین اول؟ نامتان؟ اسم مکیم است. نگفتی کمره مخفی باره سر ما آمدیم. کمره مخفی باره یک تلویزیون آریانا است. خب برنامه شبای کابل، ما امشب آمدیم به می سفر خود به کوچه گلفروشی. برای ما بگو که امروز چی کردی و این گلا را از کجا آوردی؟ استاد هستی؟ شاگرد هستی؟ خودم فعلا استاد هستم، یک 4 سال پیش شاگرد بودم و فعلا خال گلا از شمالی می نسبت به سابق با زمستان که میشه بود از آلند و هند می آید، از پاکستان می آید، از جلابات می آید. حالا خودش گلش که هست گلای شمالی است، از باغبان است دیگه. گلا زمین جمعه هست فعلا. یعنی رفیقای ما تو نمیه که من اینی جمعه هم مثلا دینی کاوچ میشینم یک قطع عکس یادگاری میگیرم یا نوی فهم آدون؟ توی نفرا فعلا زیاد میه. از کجا میه؟ هر رقم مردم است نسبت به دیگر ما زیاد مردم هستن که میه. باز نمیه که او بیا در اینجا خاکاسی نیست که اینجا خود گل فروشی؟ نظام ها میه بیاک چه خطا میده بیرون عکس میگیرم باز میه بیا داخل بیا عکس بگیه. گلایی که دارین گلای تازه کدام از یک بوی یک عطر داره؟ من خو نیافتم هیچ. گل عطردار فعلا خو یک برگ است. کدام است؟ برگ باش خو 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 ای از ای گل دوستا ما در خانام دارم. ای گل روسی است فکر میکنم. بله. ایره که تو یک او بزنین باز یک شورش بتین خودش بوی میکنن. باز دیگه دو دیگه فصل ها باز گل هم هست، گل مرسل هست، خیلی خوشبوی است. گل لاله میگش خیلی مقبول بوی داره. گل مصنویز دهی بالای سرم. گل کشاری خدا دیگه بچه های شارنه و با سلیقه می باشه نی؟ نام خدا دکان خوب تعظیم کنی. دیگه باید عروس پاکوری کنی دیگه، تنظیم کاری شب باید کنی. تا چند شب می باشی؟ تا 10 شب. بله. دیگه تا ده شب مردم گل میخرن یا اگه محفل عروسی می باشه موتر گل میزنین چطور؟ دیگه دکاندارا بجاش بجا قایم میگن باز ما تا 10 شب می باشیم. شب زنده دار هستی. خیر باشی قربانت. خب هموطنان عزیز پیشتر میریم، یکی از جایی را میخوایم براتون نشان بدم در کوچه گلفروشی. یکی از رستورانت های خیلی مشهوره، حرف نمیزنیم میریم میبینیم که اگر باشه. خب دوستا، قسمی که براتون گفتم کباب شریفی، یکی از رستورانت های خیلی قدیمی در کوچه گلفروشی است که بهترین کباب ها میتوه و مشتری های بسیار زیاد هم داره. میریم و از اینا میپرسیم از حال احوالشان و ببینیم که مشتری هایشان هست نیست، چی قصه جریان داره. بیاییم.
بایت یک جای بلند، بایت یک جای بلند اول یک صدا کنم، صدایی تا میخواییم دوسته بله یک بزن، چرا رقم صدا میکنن کبابه؟ چی میگن؟ کباب قابلی مایچه از گوشت گوسفند. خب، خودت میگی یا ای رفیق ما میگه؟ خب، خب نام خدا تا یک جای بلند هم استاد شده ای رفیق ما از کدام را بیاییم پیشتان؟ باش دیگه که بیا دوستا نزدیک کوره ششتن شام دیگه یکمک شیمه میخوای به خاطر که حرارت آتش خیلی زیاد است. سلام، خسته نباشی. زنده و سلامت باشی بیادرک خان. آرام و رمیز؟ شکر شکر، سلامت باشی جانتان جور. خب میگن کمی کباب شریفی مشهورترین کباب است. بله، کباب شریفی مشهورترین در شهر نوچه که در سطح کابل مشهورترین کباب است که از گوشت گوساله تهیه میشه. مشتری های زیاد نام خدا داره. یعنی شما به تصویر میبینید که ما چه رقم کباب پخته میکنیم. خوراک چند است؟ خوراک چند؟ 150 افغانی برادر. هشت سیخ داره. همراه نان، چکنی، مرچ تازه 150 افغانی است. اقتصادی هم است. دی چند وقت پیش یک ذره ارزان شده بود. شما مرزان کرده بود؟ نه نه، او کبابای که ارزان است به قیمت 100 روپا میتر و اصلا گوشتایش هم سی نیست و گوشتایی است که هیچ شناخته نمیشه که گوشت چی است. از ما از مسابق که بود گوشتای سی کار میکنیم، گوساله وطنی به قیمت 150 افغانی. اما مشتریای من نوش جان میدونه تشریفتون است که ما چه قسم پخته میکنیم. خب چطور که امی کباب شریفی مشهور شد، دلیلش چی بود؟ کباب شریفی به حساب مشهور است که ما از اخلاص خود پیشرفت میکنیم، نه با کس رقابت میکنیم، اخلاص از اخلاص کار میکنیم. اما مشتری ها میفهمن که ما اخلاص داریم، می پیش ما به کباب خوردن از فاصله های بسیار دور، مثلا چاره قنبر، مثلا کارتین ها ورزان قیمت، حتی از پغمان مردم می به خوردن کباب. برای ما میگه آماده میکنین نمیکنین؟ انشالله چرا نه، حتما این کباب هر کنف چی میکنین و خدمت کن ما هستیم. فکر میکنم که خیلی دخته اختش خیلی جالب میشه و گوشت خیلی تازه، گوشت تازه، گوشت سی، از گوشت گوساله وطنی استفاده میشه، از مواد اول که استفاده میشه که این کباب بسیار سی خوشمزه میایه برادر. خود شریفی صاحب کجا هست؟ خود شریفی صاحب هست، فعلا خانه رفتن. بله بله، خب برکت ببینین. خیلی اگه برای ما آماده کنین که همه تو باز ما مزم سفر ما در خدمت هستیم. برای بفرمایین داخل بشینین، ما برای شما آماده میسازیم. قربانتون، هموطنای عزیز دیگه اینمینجا ما برنامه را ختم میکنیم در پیش کره کباب. دیگه امیدوار هستم شبای کابل امشب مورد قبول شما قرار گرفته باشه. منتظر نظریات نیک شما هستیم. از دعای خیرتون ما را فراموش نکنید.